آنچه از شواهد عینی و روایات معتبر به دست ما رسیده بیانگر این است که علاوه بر خونگریستن تمامی جمادات و نباتات بر امام حسین علیه السلام، پیامبران، انبیا و اولیای الهی نیز از حضرت آدم تا نوح ابراهیم و موسی علیه السلام با ریختن خون خود با حضرت سید الشهدا علیه السلام مواسات نمودند. در روایات آمده است که پس از شهادت امام حسین علیه السلام آسمان به رنگ سرخ درآمد، خون بارید و استمرار آن در حمره مغربیه نمایان است و هر سنگی را که آن روز برمی‌داشتند از زیرش خون تازه جاری می‌شد. در اماکن متعددی نیز تا کنون از برخی درختان همچون درختی در امامزاده علی اصغر علیه السلام در روستای زرآباد قزوین در ایران و درختی در خیابان سدره شهر مقدس کربلا در روز عاشورا خون جاری می شود. سوگواره خون و شمشیر در تعظیم شعائر حسینی از دیرباز در میان شیعیان به منظور مواسات با ابا عبدالله الحسین علیه السلام رواج داشته است. تیغ زنی و غمه زنی در عزای سید و سالار شهیدان اولین بار از جانب ترک های آذربایجان به فارس ها و عرب منتقل شد و در اواخر قرن 19 میلادی در عراق و ایران رواج پیدا کرد. عالمان بزرگ دینی و فقها و مراجع عظام تقلید از گذشته تا کنون بر جواز غمه‌زنی تأکید نمودند و برخی نیز برای این مهم حکم استحباب و استحباب مؤکد صادر نموده و برخی تا فتوای واجب کفایی نیز پیش رفتند. در این بین فتوای استاد الفقها میرزای نائینی در 98 سال قبل از مشهورترین و مستندترین فتاوا در تعظیم شعائر حسینی است. فقیه میرزای نائینی، میرزا کیه؟ رساله لباس مشکوک میرزا را اساتین فقها کلمه به کلمه روش کار می کنن. نست فتوای او اینه که برای حسین ابن علی اگر بزنن به سینه زنجیر تیغ خون بیاید هیچ اشکال نداره. فقیه اینه. فقیه نائینی در پاسخ به استفتاء اهالی بصره در مورد غمه‌زنی، زنجیرزنی، سینه‌زنی و سایر مظاهر عزاداری حکم به جواز صادر نمودند و پس از آن بزرگان علما و مراجع عظام تقلید با توجه به فتوای ایشان حکم به جواز ریختن خون برای سید و سالار شهیدان دادند. و اما اخراج الدم من الناصیه بالسیوف والقامات فالاقوى جواز ما کان ضرره مأمونا. سوگواره خون و شمشیر همه ساله با شکوه تر از سال گذشته برپا می شود. اون چه مردم انجام بدن همه تفریطه، این عزا افراط نداره. شیعیان همه ساله در روز عاشورای حسینی غمه زنان به مواسات با حضرت سید الشهدا علیه السلام می پردازند. غمه زدن بر اونایی که غمه میزنن سنت حساب شده، یعنی این عشقه، نمیشه جلوشی گرفت، جلوگیری اشتباهه. عشق و علاقه است، بدون اختیار غمه میزنه به خودش، بعد هم خوب میشه. حتی این غمه زنها سابقه هم نداره یکیشون ضرری دیده باشد. این که بعضی از آن خیال کردن این ضرر داره، این اشتباه فکر کردن. نخه اینجور نیست، نه تنها ضرر نداره بلکه نفع داره بر اونا. شیعیان برای اعلام جانفشانی در لشکر بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و انتقام از خون امام حسین علیه السلام کفن پوش سر و صورتشان را با خون خود رنگین می کنند.
عزاداران در پاسخ به ندای حلم ناصر امام مظلوم خیش اعلام می‌دارند که اگر روز عاشورای سال 61 هجری در کربلا نبودیم تا شما را یاری کنیم، امروز با ندای لبیک یا حسین تجدید عهد می‌کنیم و تا آخرین قطرات اشک و خون خود از یاری دین مبین اسلام و خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دریغ نخواهیم کرد. اعمق معانی الشعار الحسینیه هو التطبیر، لأنه يبلغ الدرجة العليا للتضحية والفداء. در کتاب صراط النجات آیت الله العظما خویی و کتاب ارشاد السائل آیت الله العظما سید محمد رضای گلپایگانی در پاسخ به سوال در مورد غمزنی آمده است، غمزنی در صورت عدم ضرر به بدن اشکالی ندارد. در کتاب استفتاءات آیت الله العظما سیستانی نیز از معظم الله استفتاء شده آیا مشاهده فیلم‌های عزاداری حاوی غمزنی و شعرهای مداحان در ترویج غمزنی جایز است؟ آیت الله العظما سیستانی نیز در پاسخ این را جایز دانستند. سید علا الموسوی رئیس سازمان وقف شیعه عراق و از نمایندگان آیت الله العظما سیستانی نیز شایعاتی مبنی بر تحریم غمزنی از جانب ایشان را تکذیب کرده و کسانی را که فتوای تحریم غمزنی را به ایشان نسبت می‌دهند را دروغگو و یا بی اطلاع خواند. ما یشاع عن سماحة المرجع الاعلى السيد السیستانی من انه حرم التطبیر باطل و کذب محض. به طور کلی باید گفت طبق نظر علمای شیعه غمزنی در صورت عدم ضرر به نفس جایز است، اما باید دانست جمعی از علما حتی در صورت بروز ضرر اقامه این شعیره مقدس را جایز می دانند. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در حاشیه کتاب کامل الزیارات می فرمان بسیاری از فقهای شیعه فرمودند این اقامه شعائر حسینیه مقدسه جایز است، حتی ولو طرف بدانه همون وقت کشته میشه. در کتاب اعیان شیعه آمده است که در زمان شیخ الفقها نائینی و زمان مرجعیت سید المراجع اصفهانی، غمزنان روز عاشورا را که اکثریت را تشکیل می‌دادند علویون می‌نامیدند و اقلیتی که با این شعیره مقدس مخالفت می‌کردند را امویون می‌خواندند. سعید بهاری، شیعه ویوز، اخبار شیعیان جهان.